بله، هموطنان گرامی، میپردازیم به ادامه برنامه خیز به پا کاوه ها. از اون خدماتی که صحبت از دردها و مشکلات کارگران میهنمون میکردیم، دردها و مشکلاتی که واقعا یکی دوتا نیست، یکی دو زمینه نیست. آخوندها همه زندگی کارگرای زحمتکش ایرانی رو زخمدار و مجروح کردن. یک کارگر هم باید غم حقوق معوقش رو بخوره، هم باید درد نداشتن بیمه رو داشته باشه، هم با شرایط سخت کاری و نداشتن ایمنی کار مواجه باشه، هم با انواع و اقسام حق‌کشی و تبعیض و ستم، و البته مقدم بر همه اینها درد مشترک همه کارگران مسئله دستمزد هست که واقعا جانفرساست. گزارشی در این باره آماده پخش است که با هم می‌بینیم. حداقل دستمزد برای سال جاری 2,655,000 تومان معادل 106 دلار تعیین شد، یعنی 39% بیشتر از سال 1399. اما بر اساس قوانین کار رژیم باید حداقل دستمزد با درصد تورم هماهنگ باشد و به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار را تأمین نماید. درصد تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین 50% اعلام شد. شروع سال 1400 با یک افزایش 50% تقریبا هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به سال قبل همراه شده. البته نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از این عدد می باشد. آنطور که فقط گزارش مجلس مرکز پژوهش ها تا یک سال گذشته تورم مواد غذایی 64% اعلام کرده، افزایش قیمت مسکن هم 111%. اما این آمار هم دور از واقعیت است. پروفسور استیف هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز، تورم سالانه در ایران را 181% اعلام کرد. در نتیجه با شاخص تورم، افزایش حداقل دستمزد بسیار ناچیز بوده است. به عبارت دیگر کارگران با حد متوسط نرخ‌های اعلام شده تورم، افزایش 39% دستمزد بیش از 50% قدرت خریدشان را هم از دست دادند. شاخص دیگر برای تعیین حداقل دستمزد تأمین معیشت خانوار است. حداقل هزینه زندگی تو تهران برای خانواده 4 نفره هم گفته 9,000,000 تومان، متوسط کشوری هم 6,000,000 تومان. اگر واقعیتش بخوایم سبد معیشت کامل بدیم، باید حقوق الان باید 6,850,000 تومان باشه. اما الان خط فقر در ایران 10,000,000 تومان است و با این شاخص کارگر دست کم 4 برابر زیر خط فقر است. از طرفی در سبد هزینه خانوار سهم خوراکی ها 27% است. یعنی اگر خط فقر را 10,000,000 بگیریم، سهم خوراکی ها 2,700,000 تومان می شود. یعنی با حداقل دستمزد حتی شکم خانوار کارگری هم سیر نمی شود. در نتیجه با این شاخص هم حداقل دستمزد بسیار پایین است. اما اگر دستمزد کارگر ایرانی یعنی 106 دلار را با سایر کشورها مقایسه کنیم، عمق فاجعه بیشتر نمایان می شود. حداقل دستمزد در عراق 516 دلار، پاکستان 271 دلار، ترکیه 423 دلار، جمهوری آذربایجان 312 دلار، اردن 749 دلار، ترکمنستان 526 دلار. می‌بینیم که این دستمزدها چندین برابر دستمزد در ایران است. برای مقایسه با کشورهای پیشرفته، فرانسه را در نظر بگیرید. یک کارگر ساده هر ساعت خالص 7.61 یورو دریافت می‌کند. در نتیجه کارگر فرانسوی با 12 ساعت کار دستمزدی معادل یک ماه کارگر ایرانی دریافت می‌کند. این در حالی است که قیمت مواد غذایی مانند گوشت، شیر، برنج، مرغ تقریباً با قیمت آن در اروپا برابری می‌کند. در بازارهای جهانی قیمت مرغ به طور میانگین 1.92 دلار است. در کنار آن قیمت میانگین گوشت قرمز نیز هر کیلو 58 دهم دلار است. یعنی از قیمت گوشت در ایران هم کمی ارزان‌تر است. اما اوج استثمار کارگران را می‌توان در سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا دید. این سهم در ایران آخوندی 5% است، در حالی که در آمریکا این عدد 70%، در استرالیا 68% و در کشورهای همتراز ایران 25-30% است. رژیم به بهانه اینکه اگر دستمزد کارگر را افزایش بدهد،
باعث ایجاد تورم می شود، مانع از این کار می شود، در حالی که سهم کارگر در تولید فقط 5% است و این بزرگترین دزدی از تلاش و زحمات کارگران است. و البته تا این رژیم بر سر قدرت باشد، استثمار و چاپیدن کارگران هر روز بیشتر و بیشتر خواهد بود. بینندگان عزیز، تو برنامه دیروز هم دیدیم که هر چقدر که رژیم تلاش میکنه که کتمان بکنه و خبرهای کارگری رو نذاره که پخش بشن و در دورنج کارگرها بیان نشه، متقابلا ایرانیان شریف و آزاده در هر کجای ایران و هر کجای جهان وجهی از تلاششون از قضا این هست که این صدا رو به گوش همه برسونه. بریم به سوئیس در ادامه برنامه و پای صحبتهایی که از اشرف نشانها بنشینیم که در همین رابطه توضیحات خودش و فعالیت‌های خودشون رو میده. با سلام و درود خدمت شما و هموطنان عزیزمان، روز جهانی کارگر را به تمام کارگران و زحمتکشان در ایران تبریک عرض می‌کنم. آن کارگران هستند که چرخ‌های اقتصادی و پیشرفت یک مملکت را به حرکت درآورده‌اند. متأسفانه در کشور ما ایران کارگران با چالش‌ها و مشکلات خیلی زیادی دست به گریبان هستند. مشکلاتی مانند پرداخت به اصطلاح دیکت در پرداخت حقوق ها، افزایش ناچیز حقوق ها و یا نداشتن امنیت شغلی، و از طرفی به علت تورم سرسام‌آور در ایران سفره‌های معیشتی کارگران و مردم به شدت ضعیف و کوچکتر شده است. من سید اکبر شعبانی هستم از آذربایجان ایران. در منطقه ما چند تا معدن در تکاب وجود داره، معادن طلا. کارگران آنها برای اینکه اعتراض خودشون رو نشون بدن تحصیل کرده بودن، کارگران معادن زرشوران و آکدره با خشونت بسیار شدید از طرف نیروهای امنیتی مواجه شدن، کتککاری شدن، درگیری شدید به وجود اومد، خیلی مصدوم شدن، بازداشت، زندانی شدن و حتی براشون جریمه های مالی زیادی بسته شد. امروزه حتی با وجود این که به اصطلاح در کشور ما شاهد این هستیم که کرونا خیلی شدید حتی به اصطلاح کارگران رو تحت تاثیر قرار داده. توطئه واکسن کرونا باعث شد که واکسن کرونا در ایران به موقع تهیه نگرد، واردات واکسن کرونا به موقع انجام نگرفت و ایران امروز از نظر شیوع و مرگ و میر کرونا به نسبت جمعیتش در جهان رتبه اول داره. خیلی شدید به اصطلاح تلفات و آسیب‌های حاصل از کرونا در ایران به چشم می‌خوره، خیلی زیاد است. من می‌خوام آخر سخنانم رو با بیانات رهبر مقاومت ایران برادر مسعود رضایی به پایان برسونم که مردم عزیز ایران، صبر و انتظار این فعالی پیشه نکنید. مبادا که کنز و عزلت بگذینید. مردم عزیز ایران، در هر کوی و برزن فریاد برآورید، فریاد اعتراض برآورید تا کل جهان بدانند، ببینند و بشنوند. ببینند که بشنوند مردم ایران کرونا و آخوند را نمی خواهند.
و توصیه‌ای که به هموطنانم، به کارگران عزیز در ایران دارم این است که انتخابات گلابی و مهندسی شده در ایران را تحریم بکنم. ما رأی نمی‌دهیم. اگر رأی می‌دهیم که به سرنگونی رژیم آخوند. به امید سرنگونی رژیم آخوند. موفق باشید. این روزا با توجه به گسترش کرونا در واقع هر کدوم از این اعتراضات کارگری که شاهدش هستیم دو محور داره، دو مؤلفه داره. یه طرف خب رژیم و متحدش کرونا دارن تلاش میکنن که مردم رو زمینگیر بکنن. رژیم هم تلاش کرده که از این فرصت حد اکثر سوء استفاده بکنه، با استفاده از ویروس کرونا مردم رو زمینگیر بکنه، خبری از اعتراض نباشه. یه طرف هم واقعیتی که شاهدش هستیم این است که اعتصابات و اعتراضات کارگران تو شهرهای مختلف با انواع شیوه ها ادامه داره که خودش قابل توجهه. کارگران ستمدیده میهن ما هیچ وقت تن ندادن و نمیدن به خاموشی و سکوت و همیشه میبینیم که این آتش اعتراضات شعله میکشه و شعله بر نگاه داشته شده توسط اراده های ستوری. گزارشی داریم از اعتراضات و اعتصابات نفتگران که با هم میبینیم. در تاریخ 13/5/99 پتروپالایش اعتصاب برای افزایش حقوق. اعتصاب بزرگ کارگران صنعت نفت در مرداد 99 کارگران صنایع نفت در شهرهای مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق و سایر مزایای شغلی، شرایط سخت کار، فقدان حداقل امکانات ایمنی و رفاهی در یک اقدام هماهنگ دست به اعتصاب زدند. 14 مرداد 99 پالایشگاه اصفهان اعتصاب بچه ها برای گرفتن حق و حقوقشون. اعتصاب کارگران پتروشیمی گچساران تا فروردین همین امسال هم ادامه یافته است. همچنین از روز دوم مهر ماه رانندگان خودروهای استیجاری شرکت نفت و گاز گچساران هم به دلیل چندین ماه حقوق معوقه خود اعتصاب کردند. خواسته های کارگران عبارت بودند از تغییر پایه حقوقی در فصل گرما، حذف بندهای غیرقانونی قرارداد و حق اخراج کارفرما، برچیدن سرویس های بدون کولر، پرداخت بیمه با عنوان شغلی و نه به عنوان کارگر ساده، پرداخت سایر مزایا به صورت جداگانه از پایه حقوق. بخشی از شرکت‌های پتروشیمی که کارگران آنها اعتصاب کردند عبارت بودند از پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی مرجان، پتروشیمی رجال، پتروشیمی بندر خمینی، پتروشیمی اروند، پتروشیمی رازی، پتروپالایش لامرد، پتروشیمی فناوران، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی بوشهر سایت یک، کارگران بومی پتروشیمی گچساران، اورهال پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی جم. این اعتصاب به تدریج گسترش پیدا کرده و به 24 شهر در 12 استان و در 55 محل گسترش یافت. مدیران سایت ها، فاز ها و پیمانکاران با دادن وعده های مختلف سعی در شکستن اعتصاب کارگران داشتند، اما موفق نشدند. شروع این اعتصاب توسط کارگران صنایع نفت و پتروشیمی بود و بعد نیروگاه های برق هم به آنها پیوستند.
از 8 مرداد کلیه پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی هم دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق در شرکت‌های مختلف دست به اعتراض زدند. اسامی نیروگاه‌ها عبارت بود از کارگران نیروگاه حرارتی رامین، فاز 2 پالایشگاه آبادان، فولاد خرمشهر، میدان نفتی آزادگان شمالی، میدان نفتی مهران، زوباهن اردبیل، نفت و گاز گشساران، فولاد زرند ایرانیان، نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان، برق ویس، لامرد، پالشگاه پارسیان، شرکت مبنای پالشگاه بیلبلند، نیروگاه پارس جنوبی در بیدخون، شرکت مبنا در کنگان، نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، شرکت تکاب صنعت پالشگاه پنجم پارس جنوبی، شرکت پخش فرآورده های نفتی ماهشهر، نیروهای شرکتی توزیع برق سراسر کشور در این اعتراضات شرکت داشتند. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان وقت برنامه. خوب یک نگاهی بکنیم به موقعیتی که درش هستیم. روز جهانی کارگر پیش رو مونه و مشخصه که بسیار مهمه که تو هر فرصتی به اهمیت این روز پرداخته بشه و به این فکر بکنیم که روز جهانی کارگر در چه شرایطی داره در میهن ما برگزار میشه. امسال کارگرای زحمتکش در شرایطی میرن به استقبال روز جهانی کارگر که وضعیت میهن ما به شدت انفجاریه. کرونا ولایت از اون طرف روز به روز در حال گسترشه و همه زندگی کارگرها رو تحت تاثیر خودش قرار داده. در چنین شرایطی اما کارگران به جای اینکه در خود برن، در لاک خودشون برن، در موقع تهاجمی قرار گرفتن، تظاهرات و تجمعات خودشون رو گسترش دادن که گزارشات رو دیدیم. از اون طرف شاهد همبستگی سایر اقشار ستمدیده میهنمون هستیم با کارگران که خودش باز زمینه ساز یک طوفانی از خشم و انزجار نسبت به تمامیت نظام حاکم شده. این وضعیتی است که داریم باهاش به استقبال روز جهانی کارگر میریم. با درود به همه کارگران آگاه و همه زحمتکشان و با این امید که برنامه امروز رو متوجه شما قرار گرفته باشه، تا دیدار بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.